بعد حمله طالبان سلاح به دست بالای یک مکتب کنار شهر پیشاور، پلیس، سربازان و خدمات نجات پاکستان برای کمک به گروگان ها شتافتند. سلاح به دستان ده ها نفر را کشته و صد ها نفر دیگر را به گرو گرفتند. مقامداران پاکستانی میگویند نیروهای امنیتی 5 سلاح به دست را به قتل رساندند و نفر ششم خود را در داخل مکتب منفجر کرد. سخنگوی طالبان مسئولیت حمله را بردوش گرفته ابراز داشت که این پاسخ به عملیات ارتشی پاکستان در شمال وزیرستان است. در پایتخت قزاقستان شهر آستانه مردم در نزد مجسمه زمین پدری گل گذاشتند. این مجسمه به یاد قربانی های دو حادثه خشونتبار است که در فاصله 25 سال روی دادند. 16 دکبر سال 2011 که روز استقلال قزاقستان نیز می باشد، در شهر جنازن برخورد پلیس با کارگران ساحه نفت حیات کمش 16 نفر را از بین برد. در همین روز در سال 1986 نیروهای امنیتی اعتراض دانشجویان قزاق را مورد تعقیب قرار داده بودند. در شهر کابل منصبداران خبر دادند که قرارداد ساختمان راه آهن به امضا رسید که چین، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان و ایران را به هم می پیوندد. با گفتی منصبداران افغان در سرمایه گذاری این لایحه بانک جهانی و بانک آسیایی رشد سهم می گیرند. پیش بینی می شود که لایحه مسیر راه آهن تا میانه های سال 2016 تهیه خواهد شد. در ولایت بادکند قرقیزستان مسابقه بین المللی بزکشی برپا شد. دسته های قرقیزستان، قزاقستان و ازبکستان در این سبقت حضور داشتند. میزبانان می گویند پیام این چارابینی صلح و دوستی مردم منطقه است.